منشی کجاست پس؟ سلام، میتونم کمکتون کنم؟ سلام، من دفنه باروچی هستم و امروز اولین روز کاریم. آقای دنیس گفته بودن که وقتی اومدم برم پیش شما. میدونین موشی کجاست؟ تو مهندس جدیدی؟ من یشین آرازم، کمک مدیر توی بخش فروش. درسته، خیلی خوشحال شدم خانم. یشین. باشه یشین، خوشحال شدم. منم خوشحال شدم دفنه جون، ولی ممکنه ملاقاتتون خیلی خوب پیش نره. من خیلی خوشحال شدم که بالاخره یه مهندس خانم استخدام کردن، ولی چی؟ خیلی دیر کردی، واسه همینم رئیس الان حسابی قاطیه. اخراج شدم. یعنی باورم نمیشه، واقعا نمیتونم باور کنم. همش تقصیر داداش احمقمه. اگه بلباسم گیر نمیداد و نمیگفت کوتاه و مجموع نمیکرد عوضش کنم، الان اخراج نمیشه. حالا وایس، یعنی تو هم یه داداش داری که به همه چیزت گیر میده؟ آره، تو این قرن غیر ممکن به نظر میاد. نه، امروز که میخواستم بیام جلومو گرفت، با لباس کوتاه اجازه نداد برم بیرون. میتونی باور کنی؟ گفت این لباس کوتاه. این لباس باشه، شاید کوتاه باشه یکم، نه اونقدر. همه اونو میپوشن، اینطور نیست؟ نه تنها من، ببین تو هم میپوشی، هیچ اتفاقی نمیافته. اما وقتی من میپوشم انگار یه بحران بین المللیه. برادر بیشعورم جلوی کمد یه ساعت وایساد و احمقانه ترین شلوار رو پیدا کرد. من اونو برای نماز سالگرد پدر بزرگم خریدم، باورت میشه؟ اما چه اتفاقی افتاد، مجبور شدم بپوشمش. اما من این لباس رو با خودم بردم تو پارکینگ، اونجا عوض کردم. از اونجا که خیلی خوششانسم تو پارکینگ اون پسره رو دیدم. وای ببخشید، دارم احمق میشم. منم وقتی عصبانی یا غمگینم مثل بیگونه حرف میزنم. آه نه بابا، آه گفتی داداش بیشیورم. آه منم یه داداش دارم همین جوری، از صبح به هم گیده برم این لباس رو عوض کنم ولی گوش نمیدم که هی گیر میده. واقعا؟ نره. آقای دنیس از دور که نگاش میکنی شبیه بیشیورا نیست، اما خب ظاهره هر کسی میتونه با باطنش فرق کنه. آه خیلی معذرت میخوام، نمیفهمم چی میگم، واقعا ببخشید. نمیدونم. تو هر چی که میگی راست میگی، باور کن. یعنی من نمیدونی چقدر از آدمایی که ظاهر و باطنشون یکیه خوشم میاد. تو خیلی شیرینی. متشکرم. اتفاقا دنیز خوبه. منظورم اینه که میدونی از اون بیشوراش نیست. البته نمیتونم بگم خیلی مرد نمونه و فوق العاده، ولی بالاخره دنیزه دیگه، میدونی پسرمومه. من خواهر یالینم. پس یعنی رئیس اصلی بیشوره؟ پس خوب شد که ندیدمش، چون رئیس بیشوره نمیشه تحمل کرد، اصلا نمیشه تحملش کرد. پاشو بریم، بیا با هم بریم پیش دنیز. ها؟ اگه دنیز رو راضی کنیم اون وقت یالینم میشه راضیش کرد. میدونی من زبون اینا رو خیلی خوب بلدم. میدونی اگه من برم این ورور جادو مخشو بخورم انقدر حرف بزنم سرش بره، اون وقت قبول میکنه. مطمئنی تو آخه؟ من زبون این احمقا رو خیلی خوب بلدم. ای بالاخره پسرموم و برادرم من دیگه، مگه نه؟ به تو هم یاد میدم. آی تو باید اینجا کار کنی، اصلا بایدیه، میفهمی بایدیه. پاشو بریم، بیا بریم. باشه بریم. بریم. امیدوارم حق با تو باشه، من الان واقعا عصبی هستم. آی دنیز تو خجالت سرت نمیشه ها؟ تو میتونی بری بارکو. یاشین به من گفتی این چه وضعش؟ آره خیلی خوب، میخوای تو رو اخراج کنم؟ خیلی دیر اومدی دفنه، این روز اول کاریت بود. فکر میکردم برای این کار خیلی مشتاقی، اما اگه دلیل خوبی برای این تأخیر نداری به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم که تو روز اول تا این حد بتونی دیر بیای سر کار. دلیلش کاملا حیاتی و منطقیه. خب اون وقت دلیلش چیه؟ یه داداش بیشعور عقب مونده این داداش من داره. منظورت چیه؟ بهت میگم، ولی بذار تو برات میگم. دفنه یه نگاهی به این پروژمون بندازه، ببینه میتونه این مشکل ما رو پیدا بکنه یا نه.
اگه تونستین مشکلی که شما هم نتونستین بفهمین چیه رو پیدا کنه، جناب عالی باید بذاری همینجا کار کنه. خودت هم باید یالینا راضی کنی. قبوله؟ دفنه، تو با یاشم چی کار کردی؟ شما خانم‌ها کی با هم متحد شدین؟ قبوله آقای دنیز، اگه کد اشتباه رو پیدا کردم میمونم. حل شد. اول پیداش کن تا ببینم چی میشه. بیا بریم واسه یه جا پیدا کنیم راحت کارتو با کنیم. بیا بای بای.